سلام. سلام علیکم. حامد. ببینم یارو حامد خالتوره آواز میکنه، داماد شماست؟ بله بله، داماد من. بله بله. شما جان؟ یا من اینجا. برو من حواست. نه دست بنده. نه ترس دست بنده. برو جون من حواست. یا اینجا جان. یا سلام. حالت خوبه؟ خیلی ممنون. راستیتش این بود که من وقتی شنیدم این آقا حامدو انداختن تو زندان جای من، یعنی حامد گوز، خیلی حالم گرفته شد. از وجدان گرفتم، گفتم یه سر بیام خونتون، منزلتون یاد گرفتم، اومدم خدمتتون. خیلی خوش اومدید آقای گوز. شما با این لطفی که دارید حتما میخواید تشریف ببرید کلانتری، خودتون رو معرفی کنید دیگه. نه چایی برم بیارم؟ نه نه، میوه چیزی؟ خب ببینید راستش من نیازی نیست که الان برم کلانتری. میدونید چرا؟ چرا؟ چون الان یارو به سری که آواز میخونه حامد. بله. چی حامد؟ حامد همسری شونه. بله داماد منه. البته الان نیازی نیست که من برم زندان، چون از نظر پلیس الان حامد گوز داخل زندانه. میدونی؟ من اومدم یه پیشنهاد بهتون بدم. اگه با پیشنهاد حال کردید که باید حال کنید، اصلا چرایی نداره. من میگم شما لطف کنید برید پیش پلیس، بگید که این یاری که تو زندانه یعنی دامادتون همون حامد گوزن معروفه، همون آدمه. چی؟ ببخشین ببخشین آقا، ولی شما مثل این که اشتباه گرفتین. ما آقای آقای گوز، آقای حامد گوز اصلا درست نیست. البته من البته به نظر شماست، نظر شماست، ولی درست نیست که شما به یه خانواده داغدار همچین پیشنهادی رو بدید. درست درست البته این یه پیشنهاد نیست داداش من، این یه دستوره. میری این کارو میکنی. ضمناً من یه پیشنهاد بهتری هم دارم. من برای این قضیه، بابت این قضیه ماهی 100 میلیون تومان در اختیار شما قرار میدم. چی؟ 100 میلیون؟ بله جدی. خب اینا از اول میگفتی، ما فکر کردیم اومدی خانواده ما رو تویی کنی. حالت خوبه؟ خوبه. دست درد نکنه. خوبه؟ نه 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 ببخشی، ولی من حامده هم با هیچی عوض نمی کنم. بله رانا، ضمناً یه پیشنهاد دیگه هم دارم. من برای خانواده شون، به خصوص برای عیالشون، ماهی 3 میلیون تومن کمک هزینه در اختیار میگیرم. دست شما درد نکنه. 3 میلیون تومن میدم در خدمت شما. بله. با یه ماشین خوشگل میندازم زیر پات. خوبه رعنا خانوم؟ من حامدم و با هیچی عوض نمی کنم. ببخشید ببخشید، شما یه خورده به ما وقت بدید، ما فکرامون رو بکنیم، حتما خبر میدیم. یعنی میشه حتما فکراتون رو بکنید. فردا رأس ساعت 8 من اینجا. ضمناً دو راه بیشتر شما ندارید. بله. یه راهش اینه که این پول رو قبول کنید. قبول میکنم. زندگیتون رو بچرخونید. یعنی یه راه میمونه دیگه. بله. ولی اگر قبول نکنید، یعنی هم 100 میلیون و این 3 میلیون ماشین رو از دست میدی. نه قبول میکنم. گوش کن، گوش کن. هم ماشین رو داری. بله. ولی اگر قبول نکنید، بر بچه ها رو میفرستم سراغتون. عزموز اینجا ندارید. نه چی؟ خفتون میکنه. تو اون جوونه پیش پیش بیا. نرو بیا. نرو دردت میگیره. بیا با شما. بیا بیا.
بیا بیا یه قلب نداره بیا 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 بله اینو به شما میگم که فراموش نکنی و جدی بگیری فهمیدی؟ بیا بگیری بس خودت بردار هست ساعت هست ببین رانا جان منم مثل تو فکر میکنم ببین منم حامد اصلا با دنیا عوض نمیکنم ولی یه کمی بشین فکر کن یه کمی بندازی یه بند انگوشا خواهش میکنم ازت یه کمی فکر کن اصلا محال رانا جون قربونت برم بابات که بعد تو رو نمیخواد که منم دلم نمیخواد یه مو از سر حامد کم بشه ولی خب این یارو حامد گوزنم باید ببینیم چی میگه دیگه خب حرف حسابش چه مام بالاخره باید بفهمیم این چی میخواد بگه اصلا فکرش هم نکنید رانا خانم فکر بکنید خب ببینید این آقای گوز چی داره میگه ببینید حرف اولش که تهدیده حرف دومش یه نگاه تطبیقی داشته باشید شما من الان یه کارمند ساده ادارم تحصیل کردم هستم ماهی 300,000 تومان حقوق میگیرم تازه دایی من مدیر عامله ولی واقعا ماهی 3,000,000 تومان در ماه رقم عجیب غریبی ببینید اصلا فکرش هم نکنید من حامدو با دنیا عوض نمیکنم اصلا این چه حرفی این چه جوری به مغزتون میرسه که خجالت نمیکشین از مردن که بچا اصلا فکرشو بکنید حامد نشسته گوشه دنج زندان داره با یه روی اسی پلنگ و جمشید گوریر داره گلیا پوش داره بازی میکنه آب و خنک میخوره اون موقع مایی 3,000,000 ها 3,000,000 جیرینگی میره در خودش بله بله خودش سلامته گل و پوچ بازی میکنه آب و خنک میخوره خونوادش هم از تهدید به دورن ماشین مدل بالا زیر پای زنشه بابا چرا راه دور میرین همتون 50 ساله میگم 50 به حواس من نگاه 30 سال من دارم با این مرد زندگی میکنم هنوز یه گاری نتونسته بر من بخره بگو اصلا یه اولاغ یه اولاغ تلفن باز شده بذارید من صحبت میکنم الو جانم حامد گوزم الان اومدیم در نمایشگاه واسه وزه یارو حامد خواننده ماشین بخریم همیشه خانومش بپرسید بله 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 گوشی خدمتتون حامد گوزنه میگه دوست داری ماشین چه رنگی باشه چه رنگی باشه خب چیز بسی که داری که ماشین چی باشه حامد گوز خان همسر حامد خالتورباز میگن که آخه بسیگی داره چه رنگیه چه ماشین چی باشه یه ماشین شاسی بلند واسش دیدم عروسک ماشین دیدم شاسی بلند اینه عروسک شاسی بلنده خامشی حامد گوز خان میگن که مشکی اگه بشه دموه بار با فردا ساعت 8 دمه در منزلم دست شما درد نکنه خداحافظ شما خدا کی میاره کی میاره مبارک باشه کی میاره گفت فردا میارم مبارک باشه گفت شاسی بلنده میشه شاسی اصلا عروسه یه مسافرت میره سلام بر سلام بر دست شما درد نکنه خواهش میکنم ما برای این هنرمندا بیشتر از اینا باید خرج کنیم آقا حامد از اون بچه های هنرمند رو نیکرد واقعا هنرمندا رو سر ما جای دارن ما هر چی برای هنرمند انجام بدیم کم انجام دادیم باور کنید اگه امکانش بود از اون تو میکشیدمش بیرون بله بله ولی نمیشه سرچو شلوغه بله بله میگم هرچی شما سرتون شلوغه سر حامد و ما خلوته اصلا بهتر او تو میمونه طرفدارای بیشتری پیدا میکنه تو زیدن منصور خان به حامد گوز خان بگین تشریف بیارم بالا دم در بده بفرمایین قربون شما مادر با همینجا راحتیم خیلی ممنون خدمت شما عرض شود که شما بیجا من چشم بیجا جانم این 100,000,000 پولی که قولشو داده بوده دست شما درد نکنه بگیرش خیلی ممنون خواهش میکنم فقط یه دقیقه بی اینجا من؟ بی
بیا بعد چش یه چیزی ها را که پوست کنده و بدون شوخی بهت بگم. بله اگه تا یک ساعت دیگه این کاری را که بهت گفتم انجام ندی چشم به من راکی و فرشید سوپرمن را میفرستم سراغ. چشم این سرخ پوستا میریزن تو خونت زندگی تو آتیش میزنن. چشم خودتونم آویزون میکنن تمام این سیویلاتونم میکنن. چشم فهمیدی؟ بله بله فهمیدم. چشم این پیشت باشه یادت بمونه. چشم حتما خیالتون جمع باشه مردونه اصلا کسی از ما دورنگی ندیده که حالا میخوایی ببینه. چشم حتما چشم خوش باشی دستتون در دخونه بفرمایی در رو من ببندم بری دیگه. سلام خسته نباشی. خیلی ممنون. باش من بفرمایید. خیلی ممنون تشکر. بفرم بشین. سرکار اگه میشه دستور بفرمایید بقیه برم بیرون. من میخواستم با شما تنها صحبت کنم. اینجا که جز من شما کسی نیست. بله. متوجه نبودم. سرکار بنده خدمت رسیدم که پرده از روی معمای حامد گوز بردارم. معمای حامد گوز؟ معمای حامد گوز. متاسفانه سرکار من پدر زنشم. من که تو این پرونده معمایی ندیدم. حامد گوز که الان تو سلولشه. شما هم که پدر خانومشون هست. بله میدونی چیزه من الان خدمتتون عرض میکنم. ببینید سرکار اونی که الان تو زندان شماست همون حامد گوز معروفه. دیگه حامد گوزی ما نداریم. یعنی حامد گوزی دیگه وجود نداریم. اینی که ما خودمونم میدونیم اصلا خودمون دستگیرش کردیم انداختیمش بازداشتگاه. بله بله دست شما درد نکنه. نه منظورم اینه که اگه یادتون باشه دفعه قبل من و همسرم اومدیم خدمت شما گفتیم داماد ما حامد گوز نیست. هرچی هم التماس کردن اگه یادتون باشه یادتون میاد. بله بله ما حامد گوز معروف نیست دامادیم. ولی این دفعه دروغ گفتیم به شما. بله شما دروغ گفتیم. بله دروغ. شما می‌دونید جرم دروغ گفتن چیه؟ شما لااقل از موی سفیدتون باید خجالت بکشید. سرکار آخه حامد گوز ما رو تهدید کرده بود. اون به ما گفت بیاییم بگیم که حامد گوز معروف همونیه که الان تو زندانه. متوجه شدم حامد گوز معروف اومده شما رو تهدید کرده که بگین حامد گوز معروف زندانه. من گفتم من خب من قاطی کردم سرکار. اصلا آدم نمیدونه چرا اینجا میاد دست پاچه میشه. سرکار منظورم اجازه بدید منظورم این بودش که داماد من همون حامد گوز معروفه دیگه وجود نداره. یعنی دیگه نیست حامد همینه. اینو می‌خواستم بگم. شما تمام این صحبت‌ها کردم به من گفتین. لطف کنید روی این کاغذ می‌نویسید. خودکار دارم. خودکار دارید. چی بنویسید؟ اینجا می‌نویسید و امضا می‌کنید. تمام گفته‌هاتون رو که گفتید اینجا امضا می‌کنید. پشت سرش هم انگشت می‌زنید که دیگه شما دروغ نگین. اگه دروغ بگید با همین نامه شما نه نه سرکار دروغ نمیگم. همونه. همون داماد من حامد گوز خب بریم تو مبحث جواب دادن مخاطب. جمشی دو تا سوال از حامد بپرس ببینم چی تو چند تا داره جواب بده. بینم شنیدی سیاه قلپاقو گرفتنش؟ کی؟ نشو جوابش یه کلمه بود. ایوه خب اگه ازت سوال کنن ایستگاه اتوبوس مولوی کجا چی جوابشو میدی؟ خب میگم ایوه. نشو میگی 200 متر پایین تره. خب اگه ازت بپرسن بگن غلام سکته کرده چی جوابشو میدی؟ خب میگم چرا سکته کرد؟ نشو میگن بیخیا. خب حالا اگه یکی بیاد به تو برگرده بگه پدر زنت سکته کرده چی جوابشو میدی؟ اونو میگم ایوه. بچه یکم یواشتر نخواب میپرم. مرگ تو حال کردم از اولم معلوم بود استعداد خلافت 20. آره جونه داداش میدونی عزیزم اگه استعداد خلافو نداشت که حالا اینجا نبود. چطوری حامد؟ حالت خوبه؟ دلم برای تنگ شد حامد.
منصور خوبی؟ خوبم، تو خوبی؟ آره خوبم، بابا خیلی دلتنگتم. حامد جون چرا اینجوری صحبت میکنی؟ چرا لهجت عوض شد؟ بی خیال بابا، لهجم عوض نشد. رهنا چطوره؟ برای همین اومدم، اومدم بگم که حال همه ما خوب هست. اصلا نگران نباش، حال هممون خوب و خوش و سرحال هستیم بجز دوری شما. رهنا که از هممون بهتره. خیلی نگرانتون بودم، ولی یه جورایی دورا دور آمارتون رو داشتم. ببینم رهنا چرا ملاقاتی نیمه؟ آخه میدونی رهنا برای تو خیلی اعصابش خورده، یعنی اعصابش داغونه، برای همین داره ماشین سواری میکنه. ماشین سواری؟ مگه ماشین داره؟ آره یه ماشین شاسی بلند خریدیم برای 30 میلیون تومن، رنگ مشکی، خیلی خوشش اومده. 30 میلیون تومن؟ آره. اب کجا پولش آوردی؟ خب آخه میدونی چیه؟ زندانی شدن تو برای ما خیلی اومد داشت، خیلی. رنا حقوقش شده 10 برابر، یعنی ماهی 3 میلیون تومن میگیره. ببینم یعنی من از زندون بیام بیرون اوضاع شما بیریخ میشه؟ بعید نیست، برای همین اگه میشه حالا تو زندون بمون. بذار ما بارمونو ببندیم حامد جون. باشه؟ کاری نداری؟ خداحافظ، من رفتم. میگم حالا حداقل که وضعتون خوب شده یه ذره خوراکی مرخکی بیاری و این رفیقامو بزنی. لوبیا اینا، الو صدامو داری؟ شما خارومی پور کثیفه ها، دست بزنیم باید بریم دستامونو بشوریم. اصلا فکر کردن نداره منصور خان، هر چقدر فکر بکنی بدتره. مجبوریم رهنا خانم بشور تقسیم بر 5 کن بره پی کارش. نفری 20 میلیون نشد دیگه. نشد، منم داشتم به همین قضیه اتفاقم فکر میکردم. اولا ما 5 نفر نیستیم، 4 نفریم. چرا 4 تا؟ 1 2 3 4. حالا منم میخواید حساب نکنید، 5 دیگه. نه دیگه، 1 2 3 4. رهنا که مایی 3 میلیون تومن داری میره دم خونهش، ماشین 30 میلیونی هم گرفتی. دیگه رنه چه؟ چی شد مادر؟ چی شد دختر؟ چی میری؟ چی میگه؟ چی میگه؟ حامد سرشه خونه. بمیرم، داری میگه که حامد خبر نداره شما دارین سر خونش پول تقسیم میکنیم، پول خونش رو داری میگیریم. حالا خر بیار باقالی بار کن. بابا کدوم دعوا؟ ما که اینجا مثل آدم نشستیم دور هم داریم صحبت میکنیم، چی داری میگی شوکو؟ نه این چیزا واسه من حامد نمیشه، من حامد آمیخوام، اصلا ببریم پسش بدیم. آخه اینقدر حامد نکن رهنا خانم، به حامد گوزد فکر کن. ما مجبوریم، به این ماشین شاسی بلندت فکر کن، به این رنگش، به قربونت برم. تو هم که بدت نیم از صبحی رفت فرزاد دورش هم زد، من دیگه عدا در میاریم. من حامدو میخوام، من حامدو میخوام. بابا راحت و آسوده بگو، میخوام همه تونو به کشتن بدم، حال قضیه رو بکنم بره دیگه. اصلا من بمیرم از این زندگی بهتره. آقا 100 میلیون تقسیم بر 5 چقدر میشه؟ آفرین. چقدر میشه؟ میشه 20 تا. خیلی خوب. 20 میلیون هم به رهنا تعلق میگیره. خوبه. 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 پس حامد چی؟ حامد؟ خب حامد من خورد و خوراک نداره تو زندان، کمپوت لازم نداره، این لباس نباید بپوشه. آقا اینو راست میگه. اینو راست میگه. نشو. آقا از این پول مبلغ کلش 1% میذاریم اختصاص میدیم به چی؟ به همین میوه و خورد و خوراک برای حامد. تو غذا و این چیزا. همین 1% میده خودش چقدر میشه؟ 100 میلیون 1% خودش کلی پول میشه. راست میگه، برای خودش میشه 50 میلیون. باشه پس قبوله. حالا 1% میخوای بده من دست میزنم. کسی که یه ضرب بذاریم. میگم آقا فرزاد اینجا رو ببین، اینجا رو نگاه کن، ما میتونیم با این 100 میلیون تومنمون یه حرکتی بکنیم. آه حالا چی هست؟ یه زمین سوله دار که به مساحت 3000 متر با آب و برق و تلفن و 6 خط تلفن. چه خوب. مرداری میشه زتوش؟ چی؟ مرداری میشه زتوش؟ باید بریم ببینیم. بریم آقا فرزاد، من دو تو دارم حساب میکنم، اما یه موقع جا نزنی و تو آخرش پای شما بایستده. سلام عرض میکنم جام توکلی، خیلی خوش اومدید. بفرمید خواهش. بفرمید خواهش. بفرمید. آی جمالی، آی جمالی، آی توکلی تشریف آوردن هیئت مدیره. کی اومده؟ آی توکلی از هیئت مدیره تشریف آوردن. اه کور عزیزم،
مزاق میکنم. بگذاریم برتر ببینم. مزاق میکنم. آقای توکلی. به به آقای جمالی، قدیما یه احترامی به ما میذاشتین. آره آره. خوب گفتی، یادش بخیر. بیا بشین. بیا بشین کارت داره. بشین. تو با من کار داری؟ مثل اینکه یادت رفته اینجا واسه من داری کار میکنی. من کار نمی کنم الان. من دارم روزنامه میخونم. کار نمی کنی؟ خیلی خوب. منم اخراجت میکنم. من اخراج میکنی؟ نه این کارو نکن. خواهش میکنم. بزن بچه‌م رم کن. من اخراج نکن. خواهش کردم ازت. منو داری مسخره میکنی؟ نه حتی قصدی رو نداره الان. یه توقعی مزاح میکنن با جمالی که آشنایی. جمالی بابا همشه. بیاد بشین یه دادقه باید کار دارم. ضرر نمیکنی. بشین بابا. پیشنهاد دارن برات. پیشنهاد؟ بله. میخوام کارخونه‌ت رو باید شریک بشم. تو میخوای کارخونه رو با من شریک بشی؟ خیلی خوب. 2 میلیارد تومان من پرداخت میکنی؟ نوکرت هم هستم با هم شریک میشیم. 2 میلیارد؟ چرا اینقدر گرون؟ پس چی؟ آقا مرزا ما چقدر دیدیم سرمایه؟ 5 نفریمون 100 میلیون تازه خرجم کردیم. بس حالا حالا باید بهش احترام بذاریم، باید شاکرش بشیم. مخلصتا مؤدب باشین آقا. ما شاکرتیم. بفرمایید اینجا بشین. خیلی ممنون. بفرمایید. خوبی؟ حالت چطوره؟ بفرمایید. بفرمایید. یه چایی چیزی. قربان شما. من بازنه یه دو تا چایی بیام. چم خریدایی کردی؟ ماما علنگوات آ اینا بود. دست از مادر به هم می‌ریزه. قربونت برم. چند تا علنگ برداشتی؟ 15 تا. پنج تا دیگه برداشتی؟ 5 تا برمیشه 20 تا میشد دیگه. نمیشد مادر، این 15 تایی که من برداشتم همه تر تخت جمشیده. اون وقت نداشت لنگه اینا، بچه‌م تو هم دیگه میرفت بریخ میشد دیگه. من میدونی تمام لباسای مارک خریدم. خوب کاری کرد. تو چی خریدی؟ اون انگشترا رو خریدم. آقا یعقوب کودر رو نبود. آ تو با تو رفتم که شما داشتون بر خرید می‌کردید. شما رو در نداشتی؟ نه ولی 6 گرمه مامان. خیلی وایسا کوکی پام دوستا داشتم. کاغذ خرید گرفتی؟ آره کاغذ خرید گرفتم. وایسا اونجا سالو میارم. مامان بسد اونجا. سلام. 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 پختیم تو این گرما. مبارک باشه. آخیش. حلاق شدین ها؟ آره بابا خیلی گرمه. فرضا چی خریدی؟ امی یه دست کت شلوار. برو. نه چی خریدی منصور؟ شکر من یه دست کت شلوار خریدم با یه دونه ریشتراش برقی، بعدش هم با یه ساعت. ساعت دیگه برای چی داشتی که؟ تو حالت خوبه؟ بابا من 20 سال پیش یه ساعت خریدم. شکر یه گلدون کریستال دیدم. کاش برات می‌خریدم. خیلی قشنگه. خب من یه خریدی دیگه چی میشد مثلا خسیس؟ بله. خوبی این حامد خوبه؟ همبندی حامد میگه پیغام آوردم. پاشو منصور ببین کیه. بله گوشی. بله بله بله. آقا سلام عرض کردین. حالتون خوبه؟ از حامد ما چه خبر؟ خوبه؟ بله بله. بفرمایید بالا خواهش میکنم. درو بزن. بفرم بالا. بفرم. بالا برای چی بیاد بالا؟ بالا برای چی؟ خب برو تو حیات ببین چی داره. چه خبر از غامی؟ نه جبا جو کن. این جبلی بخواد بیاد بالا. یه پیغومی باشه تو نمون. پیغوم؟ اتفاقی افتاده برای حامی؟ با اجازتون بله. اتفاقی حامده دارن. میبرن زیر تیر. کجا؟ کجا؟ کجا میبرن؟ حامی چی تیغ میخواد؟ چجوری؟ 2 تیغه میخواد؟ 3 تیغه چی میخواد؟ تیغ چیه؟ قناری دارن اعدام میکنن. دارن اعدام میکنن؟ اعدام میکنن؟ ماما شکو ماما آقا یه دقیقه نه اعدام میکنن. نه گفتی آقا ماما میگه اعدام میکنن. چی اعدام میکنن؟ من دارم چیه؟ خفه دارم میشم. آقا آقا بگو دیگه چه خبر؟ گذاشت مشونه منو گفت. حامد گفت به خانوادم بگو اگه میشم به دادم نرسید خاک بر سرم. پس چه میخواید به دادم بیست؟ شکر بس به قول حامد چه میگو؟ میدونی؟ حامد میگه، دامادم میگه. خب زندون سقف داره اما در نداره. نه نه حبز دو بکشم قناری شبای زندون سر. بله بله خیلی سر. بابا چرا دست رو دست گذاشی وایسادی؟ آقا فرزا اینه بگی نه افته بابا یه دقیقه باشی. باشی یه کاری بکنیم. من که بام کشیده نمیاد. بابا یه کاری بکنیم.
کجا؟ بیا پایین. پیشه. بیا پایین. بیا پایین. بابا ماشین خودمه. بابا ما بیا پایین. بابا الان وقت این حرفا نیست. حامد زیر جیغا. بابا تو بعد نیستی با این ماشین رو رانت کنی. حرف کنی. بیا دوشو. ماشین خودمه. دیر شد آخه. کجا بری؟ منم ببری. مسیرت کجاست؟ کارتون خوابم زیر پل پیادم کن. نمیخوره. نمیخوره. التماس میکنم. استخونام درد میکنه. خیلی خوب برو رو باربند. میترسم باربند. برو صندوق عقب. اون در حیاطم باز کن. بودو. من آدمیه ها. برو نگور نزن بابا. روشن کو بری. مرد حامد. به بجم دیگه. رنو بیا قف در واسه بیا قف بونو بیا بیا آیا باش. من اینجا میخواستم یک اعتراف بکنم. میدونید من چرا افتادم توی زندان؟ نه میدونید؟ من به خاطر عشقم. میدونید من نمیدونم معرفی کردم یا نه، من یک آهنگسازم، یعنی یک خواننده و تردست هستم. من به خاطر تحقیقاتم به داخل پارک رفتم. در داخل پارک استیو دیدم و میخواستم اونجا تحقیقاتی در زمینه موسیقی بکنم که بلافاصله منو بازداشت کردن و گرفتن. اگر بلایی سر حامد بیاد آقا فرزاد، بلایی سرتون بیارم که تو قصه ها بنویسن. حرف نزن گلم. منم تو چرا فکر هیچ کس نیست؟ تو حرف نزن. تو حرف نزن که چشم دیدن تو رو ندادم. شوهرت سر ما رو گنده نشسته ور دلت. اون وقت واسه شوهر من نقشه می‌ریزی. حرف نزن. نقشه می‌ریزم همش تقصیر این پول کثیفه. احد چندش ببین. دیدی گفتم ماما تو کوی پول کثیفه دستامون رو باید بشوریم. اینم نتیجهش. من این حرفا حالی نیست. اعصابت راحت بشه. ما باید یه فکری بکنیم. فکرامون رو هم بذاریم. ببینیم چه جوری میتونیم حامد رو نجاتش بدیم. فقط نمیدونم چه جوری. منظور خواد چه کار باید بکنیم؟ چه جوری آقا فردا؟ چه جوری نداره. من این حرفا حالی نیستش. امشب هر جور شده بعد حامد آزاد کنیم. اصلا نمیفهمم. تو کی حالیت بودی که دفعه دومت بشه؟ چه حالیت بوده؟ منصور خان یه زنگ بزن یارو گبز پاشه بیاد اینجا. تکلیفشو روشن کنیم دیگه. تحویل پلیسش بدیم تموم بشه بره. چی داری میگی شکو؟ بابا ما از این حامد گبز پول گرفتیم. اگه ما زیر همه چی بزنیم باید تا اون یک قرون آخرش بدیم. پولا هم که تبدیل شده به علنگو و ماشین ریچتراش و نمیدونم اینجور چیزا. ببین پدر من این حرفا حالیم نیست. همینجور نشستین اینجا دارین حرف میزنین. خب بالاخره یه کاریش بکنین دیگه. بس دیگه ما در هم نشستیم بعد چی کار کنیم؟ راست. نشستیم که یه کاری بکنیم دیگه. یه کاری کنیم. این یارو رو یه جوری پاشو بکشیم بیاد تو خونه. من نظرم این البته با ملاقه بزنیم تو ملاجش مخش بریزه زمین. تا مخش ریخ زمین چارچنگولی میگیریم تعویلش میدیم تموم میشه میره دیگه. شکوه خان اومد بیتونی به همین راحتی که نمیتونی با ملاقه بزن. این بادیگارد داره. یا آقای گوزد بادیگارد داره. آخه آقا فرزاد اینا هر جا برن که بادیگارداشون رو با خودشون نمیبرن. حالا گیریم که بادیگاردش هم آورد. بابا بالاخره یه جوری بعد حامد نجات بدیم دیگه. میگم آقا فرزادی شکوه راست میگه. ما این یارو حامد گوزد رو میگم بکشونیمش تو عیاد. با چی گفتیم؟ با ملاقه. آره با ملاقه. همون ملاقه مسیه. بابا با این ملاقه میکشیم تو حیاط میذاریم تو سرش. جنازه‌شو برمیداریم کلانتری میبریم میگیم آقا اینم حامد گبس اینم جنازه. خب من بادیگاردا رو میگم اگه همراهش باشه خطرناکه. لاغر دو تا ملاقه بیارید. یه سه تا ملاقه بیارید. یا پنج تا بیارید. من چیزا نمیفهمم. حامد بعد نجات پیدا کنه. قاتل شدیم راه. ای وای ببین باز نشستم. خب پاشین زنگ بزنید. آقا من این حرفا حالی نیست. پدر من خب زنگ بزن دیگه. تلفن بیار زنگ بزنیم. اینو من کجا گذاشت؟ آها. نه پیداش کردم. برو برده بیار تلفنو. بودو دیگه. برو. برم. آره برو بیان خانم آقای حمید گوز. ببینید خوب گوش کنید. ببینید چی بهتون میگم. ببین شو گوتوی ملاقه رو بگیر. تو میری تو باغچه قایم میشی. خب حامد وقتی اومد این حامد گوز من اونو میکشونم میارم اینجا میشونم رو اون تخت.
خوب گوش کن. آره رو این تخت میشونمش. بعد شروع میکنم باهاش صحبت کردن. یه چند کلمه‌ای که صحبت کردم بعد صدات میزنم شوکو یه دوتا چای ورده بیار. موقعی که اینو شنیدی فوری میپری از تو باغچه، هر کی اونجا نشسته محکم میزنی فرق سرش. پشت چون به بافتت نمیبینه دارم. آره محکم بزن فرق سرش. تو چی کار کنم؟ حالا میخوام تو رو بگم. تو میری توی پارکینگ سوار ماشین میشی، آماده، ماشینم روشن آماده. موقعی که دیدی شوکو پری توی بغل تخت محکم با ملاقه زد فرق سرش، تو چیکار میکنی؟ تو یه جیغ بکش چون این باید متوجه بشی. یه جیغ بری تو باکی، برو شکر تو، برو ماشین رو روشن کن. اومدم. خب در رو بکن. شما خوبه؟ خوبی؟ قربانی شما. یا با بچه تو ماشینه نیومدم با دیگاردا؟ نه خودم تنها. حالت خالی شد؟ بفرمایید. خیلی خوش اومدید. بفرمایید. خیلی خیلی خوش اومدید. کنده شده؟ بفرمایید اینجا بشینید. خواهش میکنم. بفرمایید. نه اینجا بهتره. نه اینجا جای شما. اینجا بهتره. بیاد اینجا بشینی. اینجا زیر درختی گردو صفا داره. دست بده. خب شما خوب هستین؟ خوبم. گلوم خشکه. بله بله. بگو دو تا چای بیارن یه گلوی تازه کنی، یه هاری کنی. کارت بخوری تو شکم. چی گفتی؟ چی گفتی؟ چیزی نگفتم. میگم که خب شوکو، شوکو بیا چشاتو باز کن. دو تا چای بیار. بدو. آی. دست شما درد نکنه. خب وقتی حامد میاد خیلی خوشحال بشه. حالا تو زیاد خودتو اذیت نکن. به سلامتی فعلا که از زیر تیغ اومده بیرون. آره. ولی هنوز 300 گرم شیشه رو پروندهش. نه 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 مسخات دیگه به طور کل فراموشش کنید. با همکاری که ما کردیم با قانون مطمئنن بهشون تخفیف میدن، آزادشون میکنن. آره ما چه همکاری با قانون کردیم؟ همکاری نکردیم. پرستو خانم، آقای گوز، این حامد گوز رو که تمام پلیسای دنیا دنبالش بودن ماها دستگیرش کردیم. ببینم این سر برای سر حامد گوز جایزه نذاشم. نمیدونم زنگ بزنیم شاید. منظور بدجور پولکی شدی ها، حواست جمع باشه. بابا این پولک اشکالی نداره. ای بابا. ها راستی ببینین سر اون قضیه، اون کاری که انجام دادین ها، اصلا دلم نمیخواد حامد بویی ببره اصلا. کدوم قضیه؟ اون بابا همون قضیه که از این حامد گوز پول گرفتیم دیگه. شما که علنگوهاتون تا اینجا رفته، اون موقع من پول گرفتم؟ ببخشی شما هم از که یه دو دست کچلوار و یه دو ساعت طلا گرفتیم. بله بله هم شما درست میگید، هم شما درست میگید، هم شما درست میگید. ببینید ما هممون مقصریم، هممون اشتباه کردیم، هممون به این پول کثیف دست زدیم، حالا هممون میکنیم به زیر خاک. اصلا فراموشش میکنیم، فراموش میکنیم دیگه، حرفشو نزنید خواهش میکنم. بله بفرمایید. وقتتون بخیر. سرکار احمدی هستم، از کلانتری مزاحمتون میشه. حالتون خوبه؟ بله ما هم خوبیم. بله همه خوبم. بله بله بله. زنگ زدم بهتون اطلاع بدم که شوهر شما آزاد شد. چی شد؟ حامد رو اعدامش کردن؟ نه خیر، آزاد شده. میدونی خیلی خود میخوری از این آبه. بخشید فکر کردم الان قضام اینجاست. آمه بله آزادیت اومده، اصلاحاتو جمع کن بیا بیرون. فکر کنم دارید اشتباه میکنید چون منو میدونید با 300 گرم مواد مخدره گرفتن، شیشه خورده اینا چیزا گرفتن. پاشا جمع کن بیا بیرون، شلوغ نکن. خب چرا آخه؟ اسپلنگ همه چی رو گردن گرفته. واقعا؟ اسپلنگ گردن گرفته؟ بیا آره آزادی. من خیلی خوشحال شدم. پس ببین هر وقت آواز رو شروع کرد، ببین سول مینور، خب یعنی آوازاتو از سول مینور شروع کن، اینجوری چیز بکنیم. حالا بیشتر تمرین کنی شاید یه قسمتی باشه دوباره بیام ببینم. خیلی خوشحال شدم.
ملک به همه. سلام، شما چرا قدر شبیه منی؟ ها؟ میدونه؟ نه نمیدونم، تو میدونه؟ ببینم، تو همین یارو حامد خواننده نیستی؟ شما؟ من حامد گوزنم. ما چرا قدر به هم دیگه شبیه هستیم؟ واقعا جالبه. اولا که تو شبیه منی، در ثانی افتخار باید بکنی که شبیه حامد گوزنی، فهمیدی؟ دست نگه داری، دست سلام علیکم. شده آقا چه خبره؟ ببخشید لطفا دست نگه دارید. من ترانه مربوط به مبارزه با مواد مخدر بود، اونو الان آماده کردمش، خیلی خوب شده. همین اومدم که اینو تقدیمتون کنم. اونجا هفته پیش تموم شد، جوایزش هم دادیم. یعنی چی تموم شد جوایزش رو دادید؟ من کلی زحمت کشیدم، من تا زیر تیغ رفتم، من زندان رفتم به خاطر این ترانه. دوست عزیز، مگه من از شما خواستم که برین زندان؟ نه شما از من نخواستید، ولی ببینید من به خاطر عشقم، به خاطر اینکه بتونم موسیقی و آهنگی تاثیرگذار رو بتونم اجرا کنم رفتم در زندان و لابلای معاتید زندگی کردم. باور کنید الان ترانه من هر کسی گوش بده، من مطمئنم سری مواد مخدره رو ترک میکنم. خیلی خوب، شما ترانتون رو بدین به من، من گوش میدم. میدونید چون امکانات ضبط اینا چیزا نداشتیم توی زندان، من ترانم اینجاست الان، با اینجام البته است، این دوتا اینجاست. پس اجازه بدید من الان اجرا کنم. بفرمایید. بعد صدای رعد و برق خیلی شدیدی میاد، بعد کم کم آهنگ شروع میشه. درن دتتن دتتتن دتتن دتتن رددن. اوه ببخشید، نه این نبود، آها این بود، اشتباه کردم. یه دفعه این شروع آهنگ شروع میشه. دین اینجا گروه کور میخونه، همه با هم دست میزنن، بعد یه سری هم باید بشکن ریز بزنن، بعد شروع میشه. دیو سیاه قهوه‌ای، دیو سیاه قهوه‌ای، تو منو ویرون کردی، تو منو مچاله کردی، تو منو مچال. بعد اینجا یه سری گروه کور همه میگن تو منو مچاله کردی، تو منو مچاله کردی. این تنانه رفتی زندان؟ بله واقعا به خاطر همه بودش، خیلی سختی کشیدم. برو بیرون. کجا؟ بیرون. شهر چهار خونه یه خونه است که تو چشما چهار تا میشه، گل هزار برجم که باشه چهار خونه بیشتر نمیشه. زندگیمون خاله بازی با یه